مرور فرازی از فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی که من بارها گفتم ما یکی از بزرگترین افتخاراتمون و دستاوردهای نظاممونه که شخص اول مملکتمون، رهبر عزیزمون، هم گریه کن سیدالشهدا علیه السلام، هم خودشون روزدار سیدالشهدا سلام الله علیه هستن و خود این برای ما الگوی عملی است و سیره رفتاری. یه بخشی از جملات آقا رو فرمودید. بله. حضرت آقا میفرمایند که تنین نوحه ها و مرثیه ها بار دیگر موجب تقویت حق و به عزلت رفتن باطل و عیادی آن می شود و یکی از بزرگترین نعمت ها نعمت مجالس عزا و نعمت محرم و عاشوراست. بعد از اتاقا تأکید میکنن که مردم قدر مجالس عزاداری را بدانند و از این مجالس استفاده کنند. قدر بدونن. خیلی از کشورها هستن، مثل نیجریه، مثل بحرین، مثل یمن، خیلی از کشورها قدر میدونن که براش جون میدن، برای این جون مجالس میدن. از دیگه 500 نفر تو نیجریه به شهادت میرسن برای اقامه اربعین حسینی، اقامه مجلس ابو عبدالله. توی بحرین به همین راحت تمام حسینی ها رو با خاک یکسان کردن، اما در نظام مقدس جمهوری اسلامی به برکت ولایت و برکت خون شهدا، این امنیتی که داریم، اطراف ما این همه تروریست هست، اینقدر دشمن داریم، بدخواه داریم، اما میبینیم که الحمدلله این امنیت رو مدیون مقام معظم رهبری و مقام ولایت و خون شهدا هستیم و باید قدر بدونیم. این شبها دعا بکنیم برای فرج آقا امام زمان، برای سلامتی رهبرمون، برای امنیتی که داریم، برای نجات اون شیعیانی هم که در یمن و بحرین و سوریه و عراق و لبنان هستن، مسلمان هایی که الان در استضعاف هستن و آرزوشونه که یه دونه از این مجالس داشته باشن. ایام عاشورا بود چند سال قبل توی کربلای معلا، شیعیان قطیف توی هتلی که ما بودیم، قطیف حجاز، من با اینا هم صحبت شدم. من هر وقت حرف حضرت آقا رو می آوردم اینا گریه میکردن، برای من تعجب داشت. بهشون گفتم مقام معظم رهبری گریه میکنید، ما تو قطیف میدونیم که رهبر فرزانه و بصیر و شجاع یعنی چی. ما غرق در نعمتیم. یادمون رفته تو همین کشور یه زمانی در زمان رضاخان ملعون و خائن اجازه عزاداری نمیدادن، به برکت تلاش های حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، شهدای انقلاب، شهدای 8 سال دفاع مقدس، ما این مجالس رو به محافل رو به دست آوردیم. حالا یه مطلبی رو هم من از شهید مطهری من نقل بکنم. حاضر همین حق و حق بله بله. و حق شناسی. شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه میفرمایند که در شرایط خشن یزیدی، خیلی جمله قشنگیه، در حزب حسینی ها شرکت کردم. ما به همه عالم میگیم چرا ما میریم تو مجلس ابا عبدالله شرکت میکنیم، چرا گریه میکنیم، چرا بعد از 1400 سال به سر و سینه میزنیم، علتش چیه؟ علامه شهید مطهری میفرمایند که در حزب حسینی ها شرکت کردن و تظاهر بر گریه بر شهدا نوعی اعلام وابسته بودن به گروه اهل حق و اعلام جنگ با گروه باطل است. ما میخواییم اعلام بکنیم سلمان لمن سالمکم و هر بان لمن هم. ما جزو یزیدی های زمان نیستیم، ما جزو حسینی ها هستیم، ما جزو گروه به حق هستیم، ما حق رو شناختیم. ما زیارت امام رضا که میریم میگیم محبن لأولیاء اکم. بله، ما حق رو شناختیم، تعرف الحق لأهله، ما شناختیم حق رو، حق رو نگه. اصلا یکی از نشانه های عاشورائیان حق شناسی و حق پذیریه. اون وقت خواجه های مروج ببخشید این الان هم هست؟ یعنی در بله. دوره فعلی که ما داریم زندگی میکنیم بله. این یزیدیان و حسینیان و اینا، اتفاقا شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه اعلی الله مقامه میفرمایند که در هر عصر و هر زمانی اتفاقا باید یزید زمان رو شناخت. ابو عبدالله الحسین اومد که در هر عصر یزید زمان رو به زمانی ها بشناسونه. هر کسی در هر عصری زندگی میکنه یزید زمانش رو بشناسه، و الا 1400 سال قبل که یزیدی آمد و به هر حال اون جنایت رو در اون 3 سال دوران حکومتش اون جنایت ها رو انجام داد، تمام شد رفت، اما تمام شد دیگه، یزید همون یزیده؟ نه، اسم یزید عوض شده. مقام معظم رهبری اتفاقا پیام حجشون حضرت آقا بحث شجره خبیثه و شجره ملعونه رو بیان کردن، که خیلی نکته ظریفی تو این شجره خبیثه و شجره ملعونه هست. در
سوره اسراء آیه 60 بحث شجره ملعونه رو خداوند متعال در قرآن بیان میکنه که بحث بنی امیه است، اون خوابی که پیامبر عظیم و شأن اسلام دیدن. البته مفسرین میگن یکی از حالا معانی تفسیری این آیه شریفه همون خوابی است که پیامبر اسلام دیدن که میمون ها از منبر پیغمبر بالا میرن. این میمون ها در هر عصر و زمانی میتونن از این منبر بالا برن، خودشون رو خادم حرمین معرفی بکنن اما خائن حرمین باشن. بعد این آیه شریفه و از قلنا نکه ان ربک احاط بالناس و ما جعلنا الرؤیا التي اريناك الا فتنه للناس و شجره الملعونه في القران. این شجره ملعونه که مقام معظم رهبری فرمودن بنی امیه زمان ما آل سعود هستن. و این تعبیر تعبیر قرآنیه، تعبیر قرآنیه. در واقع با این تمثیل زیبای قرآنی میخواد مقام معظم رهبری به همه جهان اسلام بفهمونه که شجره ملعونه فقط 1400 سال قبل نبود که یک بنی امیه اومد بر سر کار و یزید ابن معاویه اومد بر سر کار و یک حسین ابن علی رو به شهادت رسوند. نه، کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا در طول تاریخ ممکنه که این شجره های ملعونه و خبیثه ادامه داشته باشه. و حتی جالب اینجاست که در سوره ابراهیم وقتی میخواد دو تا جریان حق و باطل رو خداوند بیان بکنه، علم تر کیف ضرب الله مثلا کلمة طیبه کشجرة طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السماء. کلمه طیبه اعتقاد راسخ، اعتقاد پاک، اعتقاد حق، راه درست، مثل یک درختی که ریشش استواره در زمین پابرجا، تنه استوار محکم، با این بادها نمیلرزه. فرعها فی السماء، فرعها فی السماء دائما در حال رشد کردنه، ثمر دادنه، سایه دادنه. اما شجره خبیثه در همین آیه میگه و مثل و کلمت خبیثه، کلمه ای که منحرف باشه، کلمه خبیثه مثل شجره خبیثه است، اعتقاد منحرف، فکر منحرف، راه منحرف، راه باطل. در واقع اینجا میخواد دوتا جریان حق و باطل رو بیان کنه. اونجا فتنه رو میخواد بگه، در حضرت آقا فرمودن دیگه ملعونه و خبیثه. در بحث ملعونه اون فتنه‌گر بودن آل سعود که فتنه دارن میکنن تو یمن، فتنه میکنن تو عربستان، الان دارن در بحرین فتنه میکنن، در سوریه فتنه میکنن، در عراق فتنه. اون فتنه‌گر بودنشون به خاطر اون ملعونه بودنشونه. اما تو بحث خبیثه، بحث دو تا جریان حق و باطل، میخواد باطل بودنشون رو بیان بکنه که اینها باطلن، اینها ریشه ندارن، اینها ثمر ندارن، سایه ندارن، یک منحرفن، اصلی ندارن، مثل یک درختی که ریشه ای نداره، استوانی با دست به راحتی در میاد و به راحتی هم انشالله به زودی خبر نابودیشون ما برسن. بعد میگه که اشتثت من فوق الارض ما لها من قرار، اینها قراری ندارن، پایداری ندارن، انشالله به زودی نابود خواهند شد. اونجا اصلها ثابت بود تو شجره طیبه، اینجا ما لها من قرار، اینجا ما لها من قرار. بله، این شجره خبیثه. مقام معظم رهبری اتفاقا خیلی با دقت این شجره خبیثه و ملعونه رو بیان کردن و خیلی زیبا بود. و من دیدم بنرهایی رو که در عراق، در کشور عراق زده بودن و ایام عرفه ما توفیق داشتیم آقا رو ترجمه کردن. بله 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 بله، در بغداد زده بودن این کلمه حضرت آقا رو. بعد بله، این سخنان مقام معظم رهبری رو باید در تمام شهرها، در بلا فاصله بعد از اینکه حضرت آقا یه صحبتی میکنن، یک راهی رو نشون میدن، در حال مسئولین زیرورد این سخنان رو باید با آب طلا بنویسن، در معرض قرار بدن، همونطور که خطبای جمعه هر هفته سخنان حضرت آقا رو، بله، پیام‌های حضرت آقا رو در خطبه ها بیان میکنن. البته که ما باید تشکر بکنیم از جمله مثلا کسایی که مسئولیت اجرایی دارن، مثل همین دوستان عزیز ما در فضاسازی شهری تهران که ما دیدیم بلافاصله بعد فرمایش آقا اینا رو تبدیل به بنرهایی کردن، بیلبوردهای حالا لغت فرنگیش در سطح شهر در مرعا و منظر قرار دادن. اما حاج آقای مروجی، یکی از چیزایی که حالا واقعیت اینه که اونطوری که باید و شاید فرمایشات رهبر معظم انقلاب که به قول شما اونایی که خارج از این مملکتن شاید بهتر قدرشو میدونن و آره، چون تشنه دریافتشن، اونطوری که باید و شاید تحلیل و واکاوی و رمزگشایی حتی مرور هم نمیشه. یعنی
ایشون یه چیزی میفرماین توی مقطعی رادیو و تلویزیون پخش میکنه، رسانه ها روزنامه ها منتشر میکنن، تموم میشه. در حالی که اینا تاریخ مصرفش همون چند روز و همون زمان نیست. حالا این حق شناسی و حق پذیری اگه جا بیفته، کلام حق بله نور داره و باید سریعا پذیرفته بشه. حق شناسی نسبت به کلام آقا اینه که حقش ادا بشه. بله بله، حقش ادا بشه یعنی که مرور بشه و بهرش هم خودمون ببریم. همون جایگاه ولایت بله. جایگاه حق دیگه، جایگاه ولایت جایگاه حقه. بسیار ممنونم. لطفاً این بخشی رو ببینید، برمیگردیم. این برق و بادم گذشت، 4 دقیقه که 5 دقیقه که تا پایان فرصت داریم رو به ادامه بحثمون خواهیم پرداخت که قطعاً ادامه پیدا خواهد کرد برای جلسات بعد. از امروز بحث حق شناسی رو تازه شروع کردیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. یه نکته ای جناب جای مروج به ذهنم رسید، اونم این که ما وقتی مرور میکنیم شجره طیبه رو میگیم اصلها ثابت فرعها فی السماء. این اصل ثابت یعنی قوام و دوام. بله. از اون وقت شجره خبیثه رو میگیم ما لها من قرار، هیچ قراری نداره. تا کی میخواد ادامه پیدا بکنه؟ ما که از خیلی قبلتر این جریان حق و جریان باطل میبینیم هست، ادامه داره. روایتی اتفاقا از آقا امیرالمؤمنین علیه السلام در رابطه با بحث حق و باطل داریم که اون حضرت میفرمایند که باطل للباطل جوله، یه جولانی میده، یه کف روی آبیه. که اتفاقا در سوره رعد آیه 17 هم خداوند وقتی میخواد مثال بزنه حق و باطل رو، به همون کف روی آب یا کف روی مواد مذاب مثال میزنه که خیلی پایداری نداره، قراری نداره، کف خیلی زود از بین میره و آب زلال زود میاد در روی قرار میگیره. لذا میفهمن که للباطل جوله و للحق دوله، یعنی حقی که پایداره، حکومت حقی که پابرجاست، حکومت حقی که به هر حال ریشش محکمه در زمین، اعتقاد حق، راه حق، امام حق. اما غیر از این که در مقابلش باطله، خیلی دوامی نداره، یک مدت خیلی کوتاهیه. البته خداوند در سوره رعد آیه 17 وقتی که مثال میزنه حق و باطل رو به آب زلال و کف روی آب، یا اون آهن خالص و کف روی آهن، آهن مذاب، میگه اون کف هیچ وقت نمیتونه سیراب بکنه کسی رو، نمیتونه درختان رو سیراب بکنه، انرژی نمیتونیم ازش بگیریم، برق نمیتونیم ازش تولید بکنیم، مثلا نه به درد دنیامون میخوره نه به درد آخرتمون. حق و باطل اینطورن دیگه. اما اون آب زلاله که تشنه رو سیراب میکنه، درخت رو سیراب میکنه، انرژی داره، برق میگیریم ازش، مورد استفاده قرار میگیره و به درد موجودات زنده میخوره، باعث حیات حداقل دنیویه. اما باطل نه به درد دنیا میخوره نه به درد آخرت، در دنیا که ما رو به انحراف و بیراهه میکشونه و در آخرت هم که قطعا جزو کسانی هستیم که اهل شقاوت و کسانی که به سعادت نرسیدن. بسیار خوب. الان شما اینو که میفرمودین به ذهنم یه چیزی مرور شد، یعنی مثلا مسجع شریف شش گوشه سید الشهدا سلام الله علیه چه قراری داره الان و چه ثباتی داره؟ یزید کجاست؟ معاویه کجاست؟ کی ازش سراغ میرسم؟ اما جریان حق و باطل هست. اصلا الان جریان حقانیت هست. آشورا یعنی امتداد جریان حق و باطل در طول تاریخ. ولی این باطل زوال یافتنیه ها، هی میره هی بله دیگه، شق جدیدی ازش بله میاد. بله بنی امیه 1000 ماه حکومت کردن، از بین رفتن، دوباره بنی عباس اومدن، از حکومت 2500 ساله شاهنشاهی از بین رفت، صدام لعنت الله علیه این همه جنایت کرد از بین رفت. منتها تا وقتی که همه مردم جهان اسلام دست به دست هم ندن، در حال یک سری موانعی هم هست دیگه برای تحقق حق، وقتی که خود ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، وقتی مردم خودشون باطل رو میخوان، وقتی مردم مصر خودشون میخوان که اون شخص خاص مثلا براشون حاکم باشه،
خداوند سرنوشت ها رو بر اساس باید دعا بکنیم برای ظهور حضرت مهدی علیه السلام و اون حکومت سراسر حق مهدوی که حالا انشالله در ادامه این بحث شاید برسیم به اونجا که حکومت حقه مهدویه صلوات الله علیه هم پارقه های از این حقانیت رو ما میرسونه. ما زمانمون تموم شد، بحث حق و حق شناسی رو از این هفته اول محرم، آغاز عزای سید الشهدا علیه السلام، محور حق و حقیقت آغاز کردیم و انشالله هفته آینده و جلسات بعد هم ادامه خواهیم داد. اگر میخواید یه برنامه‌ریزی ذهنی بفرمایید، میخوام جلسات بعد اینا رو بپرسم: تعریف حق و باطل چیست؟ اصلا حق و باطل به چه معناست؟ حق و باطل رو در پیام قیام ابی عبدالله علیه السلام، چه در زمان حرکت کاروان، چه روز وقعه و چه بعد از اون تا امروز، چطور میتونیم واکاوی و پیدا بکنیم و مصادیق حق و باطل امروز در زندگی ما کدوم ها هستن؟ اینا مواردی که انشالله بهش کاربردیش کنیم در زندگیمون، چه جایی داره انشالله. خیلی التماس دعا دارم، روز مشرف میشیم برای ما دعا کنیم. التماس دعا داریم. اگر اجازه بدید در این دقایق با یک سلامی من خدمت آقا ابا عبدالله دلها رو ببریم تو حرم باصفا و نورانی اون حضرت، نایب زیاره همه بینندگان عزیز باشیم و همه عزیزانی که زحمت میکشن در این برنامه. خدا به شما خیر بده. خیلی زیبا، خیلی مؤثر. و گذشتگان جمع حاضر، امام شهدا، السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. ممنونم. ایامتون به کام، عزتتون مستدام، عاقبتتون ختم به خیر. روزه مشرف میشید، برام هم نفس بزنید لطفاً. و صلی الله علی محمد و آل محمد. خداحافظ. اللهم